کینه خو بودی؟ آه وقت خو نیاله چی باق منم به پتر بودم بشتر سوا شو کنم همه جل حال وقت خوه تو من اهل سرکار خوبی بودی امروز نرفتیم امروز رخصت بودیم رخصت بودی؟ آه امروز که روز رخصتی نیه امروز رخصت باشه یه بار رفتیم سرکار گفتن امروز رخصتیم خب ما برای تو پا پس بیام آمدیم خانم چی گفت پای؟ شکر الحمدلله کجای خانم تو؟ بچه تو؟ چی گفت پا میزن میگم یعنی ما بیزار بودیم از دمی زنگ گرفتم برو چره بخاطر چی؟ میرونم بمی زن خب یک رقم اخلاق داره دو کلمه گفت خودی گفت زده نمیشه تام بگی کش بیش دوم بداره بغر میشه میره بخونی بیار یعنی تو تا به حال همون زن 7-8 سال 10 سال خودتو زندگی کرده این گپا نبود از حال شروع شده این گپا نمیفهمون برار نمیفهمون فقط معطل بونیت فقط به همیت میپاله تا یه گپه که من دماغ بر میخوره اگه کجا میری؟ هیچ منو خونه پیار لبایم لکته ایلونم با خود هد خب همه اون شروع تو رو همینجا چند نصیحت کردم خب برار گناه منه که من نصیحت کردی آها گناه تو نه ما چیه؟ ما کجایم؟ از صبح تا شام که سر کارم هم یک روز هم که من رخصتم بخونی هم اه نمیت جنجال ها را من داده که ما چونی خوش نداره من بخونه باشم نه همو شبرو تو رو برو تو نگفته که تو اگه سر روز میری به سر کار و دو روز سر روز بعد بخونه میگلتی خوانه واقعیت دیگه هنم امروز بیام آدم ناسم بیانه به درس را تو درس دادم گفتم باش که خبر بگیرم سه کنم جنگ و جنجال و گپ و گفتی نباشه هنم بینم باز یک کبه سرایی خب برار میبینم ولی تو میگم صبح ما برفتم به سر کار گفتن امروز تعطیله دمه که کار تعطیله خب گناه ما چیه کارا اینجا هم که خود تو میفهمی دیگه اگه سر روز کار میکنی دو روز دیگه لابد با بیکه از کجا بفهم که تو راست میگی یعنی ما برار تو نام گپ و برار قبول نداری نه به خاطر از اینکه تو یکی یاله زن تو نیه بچه تو نیه که ما پرسان کنم قضیه چیه بخی در سراتون علی هیت که ما تو رو میبینم حتما نگه با گفتی باز بشده صد در صد جنگ و جنجال بکردی خود دختر مسلمون یا باز روزه خوردی یا دفعه گوشو بکو رفته سلام که کجا بخیر سلام شما جوره سلام شما جوره یا راست برارا خوب جوره هم بشدیم دیگه ما این مبارک رمضان نه یک نماز نه یک طاعت نه یک دگه بود دیگه دیره نا جامعه که زندگی پیش میبرم زندگی تشکیل میدم ما جوره شده نه ما تا مایی نه جوره نشد یعنی اگر آدم بره به خونه برادر خو یا به خونه فامیل دیگه خو خبر بگیره گناه میشه برای گناه نمیشه خیلی هم ثواب میشه به اون شرطی که هدف آدم ندیشته بشه بدون هدف به جای بری نفهمیدم به خدا منظور شما کجا فقط شما برارا هدف شما همینه که یک سیاسر یا لتکوب کنیم یا به اون بزرگ گپاخ و تاثیر گپاخ بیارم که از خونه به دست بره به هر جا که دل مایه شما برارا نگیم برارا من چی بگم؟ اگر مستقیم با دومات خو گپ بداریم شما برار کلونست درستم برار کلونو تو اخلاق معنیزه برای تو معلوم نشده تو اعمال پرسان نکردی که تو آدم به این جگاه به چی کار بیامدی خب معلومه دیگه خورک برای از خونه رخصت کردیم روزه بخوریم دیگه چی کار داریم شما؟ بزرگوره گپ زدن خور بفهم که حال تا خونه منی ادمو دم بیامدی یک سده به تانه گپا خور میزنی گپ بخور تنجیده بزن خیلی خدا خوش شکر که پدرم امروز خودم بیامد نه که بس پدر خوب باور کنم همیتا کار دیمی آوردم شکم تو پاره میکردم شکم تو کار کسال باور کنی که من تعرضی هم بکنم چوب باش قرار با دست خود تک کنم سجلانی منی دیگه پزور نزن تو شرم و عیا نداری نه شرم نداری تو چیکار کردم تو
تو به یک زن گپ بزنی بیا با من گپ زکشکم تو پاره کنم برای تو. تو با من سیاسر او شکار کرده فقط به خاطر از اینکه برای تو میگه روزه نخور، به خاطر از اینکه میگه چه بگم چوب شه، برای از اینکه میگه به سر کار برو روزه نخور، از اون واسه تو برای از او گپ میزنی و رخونه بیرو میکنی که برای به خونه پدر خو. آره که ها حالا که تقصیر به گردن نمینده زیامن ضربم خوار خورم باشون همیت واضح بگو همیت راست و خدایی بگو بگو گناه منه گناه از اونه دامه که خوار تو به خودی چهار کلمه گپ میزنه برو تو میگی کشمش تو بداره اشکای به سر چنگنه میره با خونی پیان خون دیگان که برفته با خدا میدونه چند تا دروغ گفته که شما بر بزده شما باور که تولم دست بزون از این عزد امه توقع داره از تو که اشکا خور به شار میکنه دروغ نمیگه چرا دروغ بگه پیار دروغ گفته که دروغ بگه مروار دروغ من نمیگم خسرو جان خدای نکرده ما به شما تایین نمیکنم چه روزه نمیگیری من روزایی که به سر کارم روزه دارم دروغ نگو به خاطر از اینکه دروغ بم دین و مذهب منیه از اون خدا پنون خود نکنه و بنده خدا سر خود چون باش خجالت بکن به شهر و گرگات پر میزنی برو برو خود زیر بیره کو دومان برو خسر خو خجالت بکش به خاطر از اینکه خوهر من خبر نداره که تو به اونجگاه روزه میخوری یا نمیخوری ولی الله پاگیر میبینه که تو مرد میکنی روزه من اونجگاه هم به خونه که هست که مشخص میفهم و به اونجا که اون تو نمیبینه که تو روزه میخوری به اونجا هم تو نمیگیری نمی چرا دروغ میگی تو بعد هر چیزی تو آدم بر من نصیحت میکنم برو خور بگردم میگه نادیده قضاوت نکو تو حال اگر او میگی درسته من بیام آدم کور نصیحت کنم به این خونه امروز ما ترم شدم آدم خونه نه اینا سه شب گرفتار جنجال کرده بودم من بیام آدم اینا رو بشوندم مشوره دادم برای از اینا گفتم نکنیم ماه مبارک رمضانه اوقات خورتلق نکنیم شما زنشویم شما اولادی داریم این اولاد شما از شما چی یاد بگیره ولی تو آدم همال گردن خوربسته کردی که تو برار برارا خودی هم اومده ما خود ما در خونه ما ما همال طفل 11 ساله دارم باور کن زور روزا بی سری روزه میگیره ولی تو قضاوت که درباره من قضاوت کردی که بیام اینجا بشینی روزه بخوریم تکو دالا جان همین امروز خبر ما با خونه دیگه تو امیدی از اونو خبر بگیریم روزایی که همون سیاسه را هست چه دیگه برای خونه سیاد کنی بیام آدم همون روزان بیام آدم معمالی هم خبر ندشتم که خوهر تو از این خونه برفته جلوتر من خدا این برای خود اینجال داشتم ولی تو قضاوت باید آدم گپ پر بسنجه من خدا ببخشه من کسی نیم که ببخشم خداوند ببخشه همه خداوند میبینه ولی ما چی بفهم که خود روزه داری فقط گپ نزی گپ نزی خجالت بگیر گپ من بتونم برو پیشین و بین داد بشارو که امروز امروز خانم تو به خاطر که تو روزه میخوری از خونه بیری میشه امروز روزه میخوره شاید تکلیفی دارم بخوره. هیچ تکلیفی نداری تکلیف دارم دیگه چکری چکری ما مالی ده بشه بگو روزه بگیرم نه ایدا ام ها قامسای ام ادس و بازم میشن نمیتونم لالو جان بعد رو اعصاب و ضعیفا روزه نمیتونم بگیرم یک کلو ها بازم دوانه بونه نه که برادر هم روزه گرفته نتونه بگه من رو تکلیف دارم روزی که 24 ساعته با جنگ و دعوا باشه بین ها قامسای چی بگه چرا نتونه چی بلا زده من کامیر من دختر 11 ساله من میگیرم روزه میگیره بچه 6 ساله 7 ساله روزه میگیره چی بلا زده به تنه خو تو از من پیشتری حالا بچه ازی چی یاد گیر ازی؟ همی چیز ما هم فکر میکنه که بابا آینده هم بچه ازی باور کنه خرابه بخواه سنگو با تو چی میگم ای بی غیرت او بگی ایمون تو ضعیف شده فقط میگه که روز سنگو چی میگم برای تو؟ اینا به چی کنم؟ اینا میپرسن چوب باش با تو نگو چی دیره این فرگرد ازم؟ بله وقتی که عقلتو نکشه گناه تو رو از ما میپرسن همین میگم شو این نمیفهمیده شما چرا رو نفهموندیم یک چیز دیگه با تو میگم اولاد تو از تو چی یاد بگیره های هدف ما اینه که اولاد تو به تعدی خونه از تو چی یاد بگیره هر اشتباهی که تو بکنی اولاد تنصب همون اشتباه رو میکنه کاکا جان همه آدم نافهم و سالا برای رو بگی نمیفهم بابا جان بخزن برین سکنون لالا جان برای شما چی میگه شما برای روشیار از اینه میفهمیم هر موقع آدم شد بیه زن خور بابا غیر از اون دیگه نبینم دوست رو بیا برم خوار میم دختر مانه پر برم بابا هر موقع اصلاح شده روزه خور بگیرفتی اخلاق خور خوب کردی با بیا برای خوار ما افسوس میخورم با حالا تو برا افسوس میخورم سکم سکم آب و برو مال همه بریختین دی امروز یک زن مسلمان به خونه تو یک دختر مسلمان او به پیش تو عرض میکنه زری میکنه از خونه تو بغر میشه که تو روزه بگیری نماز بخونی عبادت خدا رو بکنی تو افتخار کن افتخار کن به او زن ولی از تو چی؟ تا
تو خجالت نمیکشی؟ برار خوبه. تموم همین خانوم خش بفهمن که زن تو بغر شده برفته به خونه خسر تو به خاطر که تو روزه میخوری، به خاطر که تو نماز نمیخونی. چی میگم برای تو؟ این مطلع قدیم بوده میگم پرده پوشی کارش شای مردانه. تو زن منی حال خوب شو تو روزه نمیگیره نمیگیره. تو مگر بری به بسته قومی و بسته مرد آخی بیا اخلا خدا چرا تو هر چی میداری نون تو دونو نمیشه؟ نمیتونم نمیتونم روزه بگیرم. نمیتونی؟ از زن تیری؟ اصلا با ازن خونه تیری؟ چرا ازن تیر باشم؟ خونه تیری دیگه چه کار میکنی؟ من شاید مثل من هزاران نفر روزه بخورم. تو به هزاران نفر حالا هم تو خود خوره سلاح کو تو خود خوره سلاح کو همون دختر مسلمون میگه اگه روزه بخوره بمی خونه من نمیام. تو چی میگی؟ چی میگی؟ امید زندگی میکنی؟ بیا سکو یک چیز برای تو میگم در دربار خدا عاجز بیا توبه کو از این ساعت تا همین دقیقه و خبر زن خورده بیا بگو از این ساعت شکر من ایمان دارم مسلمانم هم روزه خور میگیرم هم نماز میخونم. چیشته نمیفهمی؟ باز میگه نمیفهمم. یعنی همین جنجال از اینا به سر روزه گرفتن من وقت به سر نماز خوندن تو روزه گرفتن تونه که هم خیر به خونه بیای هم برکت بیای هم زن تو هم بچه تو بیای. گاب امینه که برای من قول بده مثل مردی بری. البته برای من نی چون من هیچ کس نیم. برای الله متعال قول بده که از بعد نماز خورم میخونم روزه خورم میگیرم زن و بچه من بیای بخونه من خیر و برکت هم بیای بخونه من.